همکنون تماس مستقیم داریم با همکارمون کارلا باب که در کنفرانس خبری جنرال مکنزی بود. کارلا، اطلاعات دیگه هم در مورد این حمله آیا داده شده؟ جنرال مکنزی به ما گفت که حملات به 5 انبار تسلیحات کتاب حزب الله بود و این برای از بین بردن توانه اونا بود که تا در آینده نتونن به نیروهای آمریکایی و ائتلاف حمله کنن. از او پرسیده شد که آیا ممکنه بازم اماکن مشابه اینایی که زدن هست یا نه، گفت بله، و گفتن وقتی سوال شد که چرا به اونا حمله نشد، گفت برای اینکه فعلا آمریکا داره یا خودش خویشتنداری میکنه و احترام به تمامیت ارضی عراق میذاره، و گفتش که اگه به دیگر اماکن کتاب حزب الله حمله بکنه ممکنه که یه تعداد بالایی از غیر نظامیان تلفات بده و آمریکا اینجوری عمل نمیکنه. او گفت که ایالات متحده سربازانش جون باید با ریسک کار خودشون رو ادامه بدن و اینجوری ترجیح میدن تا اینکه غیر نظامی بکشن. اما از همه مهمتر گفتش که کتاب حزب الله از ایران حمایت میشه و در واقع این ایرانه که الان مسئول حمله به ائتلاف و نیروهای آمریکایی در عراق است. من خودم در واقع از جنرال مکنزی پرسیدم که چرا زدن این سایت های کتاب حزب الله در عراق این چه نشانی هست برای ایران که اونها مسئولن. گفت در حال حاضر ایالات متحده حملات رو علیه اونهایی که مسئول هستند در اون نزدیکی انجام میدن، اما دیگه اضافه نگفت که در آینده چه کار ممکنه انجام بدن. حالا دومین و آخرین سوال من اینه که نظر جنرال مکنزی در مورد خطرات ناشی از جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر در مقایسه با زمانی که سلیمانی از میان برداشته شد مشخصا چیه؟ جنرال مکنزی در واقع گفتش که خطرات از سوی ایران کماکان زیاد هست، هیچ کم نشده اونطوری که بعضیا خیال میکنن. این یک توهمه که ممکنه وضعیت به حالت عادی برگشته. نه، این فقط یک توهمه. او هشدار داد که آمریکا باید آگاه و هوشیار باشه، ممکنه حمله از سوی ایران بیاد. حالا ممکنه درست از داخل کشور ایران نباشه، اما از سوی نیابت، گروه های نیابته اون علیه آمریکا و متحدینش.